جام جهانی قطر همچون جالب‌ترین مسابقه تمام نمود ورزش به انجام خود نزدیک است. برای مخلصان یک صحنه حلاوت بخش کردید. آنجا منتخب های کمبه ها با شکست دادن دسته های قوی آبرو و نفوذ گرفتند. اما همچنین برای برخی مخلصان چند جهت برگزاری مسابقه پسند نیامده بود. نوبسته از این تماشای آخرین هنرنمای نابغه های فوتبال این چیزی تکرار نشونده باقی میموند. مغلوبیت برزیلیا و ناکامی پرتغالیا هنگامه های اساسی به حساب میروند. ولی منتخب های مانند مراکو هنری ولوی خود را نشان داده تاریخ را از نو نوشتند. بازی ارجنتینا با نیدرلند جذابیت خاص در خود داشت و فرانسه و انگلیا یک رقابت دیدنی به ما و شما بخشیدند. همه اینها جالب گذشتند ولی چرا بعضی ها تا حال تنقید میکنند و مینولند؟ جواب در دیگر پهلوی مسابقه است. پیش از آغاز مسابقه سربحث‌ترین مسئله برای اروپایی ها این تلفات زیاد کارگران، منگردیدن گروه LGBT و الکاگل در قطر بود. اما بعد آغاز مسابقه باز دیگر مسئله ها همچون پس زدن آبروی قطر استفاده شدند. مخلصان با سبب های نفهمان نتوانستند به ورزشگاه درآیند. روزنامه‌نگاران خارجی چند مرتبه از جانب پلیس دستگیر شدند و چند پیش ژورنالیست در وقت بازی جان خود را از دست داده است. همه دیگر باقی مانده است که ما غالب جام جهان را معین سازیم. فرانسه با شکست دادن مراکو به فینال برآمده روز 18 دکبر ما را فینال جالب با اشتراک منتخب های ارجنتینا و فرانسه انتظار است. فرانسه جامش را حمایه میکند یا مسی این نوبت موفق میشود و جام را به ارجنتینا میبرد. تماشای این و دیگر بازی های فوتبالی را با خدمت رسانی های شرکت یگ‌ایکس جالب تر گردانید. در یگ‌ایکس رجیستراسیون آسان و پرداخت از تمام گوشه کانال دنیا، ولی مهمتر از آن بونوس $100 با پروموکد تچفود. سیلکای بازی در کامنتاری با همه موفقیت. وقتی بازی نیدرلند با ارجنتینا ژورنالیست آمریکایی گراند وولد ناگهان از پای افتیده فافتیده است. هرچند او را با راه سونی کوشش کردند نجات دهند و بعدا به بیمارستان ارسال کردند، ولی متاسفانه او نجات نیافت. اویله اون شخص حکومت قطر را به آن تهمت کرده ایستاده است که مرگ گراند گویا قصدان شده است. در بازی نخستین آمریکا این ژورنالیست با لباس پرچم گروه احمقان به میدان آمده بوده است و از برادر خود و دیگران پشتیبانی کرده است. وقتی به ورزشگاه آمدند او را بازداشت کرد و تقریبا 25 دقیقه تفتیشات گذروندند. گراند گفته است که تلفن او مجبوری از دستش گرفته شده است وقتی که او در اینترنت این مسئله را پست میکرد. به همش نگاه نکرده او را رها کردند و بخشش هم پرسیدند. در این رویداد کسی اثبات کردن نمیتواند که او را قصدن کسی تهدید یا کشته باشد. روز 9 دکبر آنالیتیک فوتبال و ژورنالیست آمریکایی در میدان از پای افتید و سوالی کلان به تشکیل کنندگان مسابقه به بار آورد. برادر او در اینستاگرام مراجعت کرده اوید گناهگران حرف زده است. بعضی وریانت ها هم گفته شده است که گویا با او ویروسی سخت کووید داده باشند که سبب مرگش گشته است. فکت عجایب دیگر همین شد که بعد چند ساعتی فافتی او باز یک ژورنالیست دیگر هم مرده است. خلید المسلم عکاس تلویزیون قطری الکاز در روز دوم بازی های پلی آف جان باخته است. مرگ او از جانب سامانه محلی گالف تایم در تویت رسانه‌ای شد و با اویله اش همدردی کردند. دیگر یگان معلومات بیشتر اوید مرگش فاش نشده است تا اینکه به رفت مسابقه تاثیر نرساند. این وظیفه اولین درجه روزنامه‌نگاران این کشور بوده است. مخفی نگاه داشتن معلومات ها اوید فافتیدگان در وقت ساختمان روزنامه‌نگاران و ژورنالیستان خارجی یک مشکلی جدی در قطر شده است. زیدیت محافظان همچنین در مهمانخانه هایی که روزنامه‌نگاران جای داشتند بیشتر به نظر رسیده است که حتی تجهیزات نوار برداریشان را شکستند. کاری نمایندگان وسته اخبار عمه آمد نکرده است. مقابلیت مخلصان عادی هم با خبرنگاران بخصوص آنهایی که از اسرائیل بودند در سامانه های اینترنتی پهن می شدند و گفتند ممکن است که جام جهان داخل خود مشکلی های سیاسی را همراه کرده است. یگانه چیزی که ما می خواهیم این است که در آخر مسابقه یگان ناخوشی رخ ندهد، چون که قطری ها از آن شکایت دارند که اومدن خارجی ها از کشورهای اروپا تا جای به حیات مقرری اهالی پرابلمه ها رو ببار میورد. باید مخلص مخلصی اش را کند و قانون و فرهنگ کشور میزبان احترام کرده شود. به همین نوار امروزه ما و پایان میرسد. پیگیری ما و با فوت برادران بمونید.